وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران شنبه گذشته خبر انهدام دو گروه تروریستی رو در دو استان مرزی یعنی آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان داد. وزیر کشورم همزمان اشاره کرد که فعالیت‌های تروریستی در شرق و غرب کشور وجود دارد. سرتیپ دوم بهمن ریحانی فرمانده سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه هم گفت تیم‌هایی از داعش در این استان اخیراً دستگیر شدند. البته محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه معتقده که با توجه به شرایط امنیتی کنونی کشور بعید است که داعش بتواند اقدامات گسترده‌ای در کشور انجام دهد و ایجاد ناآرامی کند. البته این اظهارات همه نشان از این دارند که واهمه ای از حضور داعش در مقامات بالای کشور وجود داره. بنابر اطلاعاتی که در دست است، داعش میتونه حتی از شرق یعنی از کشورهای پاکستان و افغانستان و یا غرب از کشور عراق به داخل ایران نفوذ کنه و عملیاتی رو انجام بده. ما برای اطلاع بیشتر از در مورد حضور داعش در شرق کشور در بلوچستان نظر آقای حبیب الله سربازی فعال بلوچ رو جویا شدیم. آقای سربازی، آیا شما فکر میکنید که داعش دارای پایگاهی در بلوچستان هستش در حال حاضر؟ تا جایی که بنده مطلع هستم داعش تا کنون نتونسته تو استان سیستان بلوچستان سربازگیری بکنه، یارگیری بکنه و هیچ حضوری رو در استان سیستان بلوچستان نداشته و حتی گزارش هایی هم توی استان سیستان بلوچستان منطقه های سنی نشینی منطقه حتی تو مناطق محروم خیلی فقیرش هم نداشتیم افرادی برن به سوریه و به داعش بپیوندن. به همین خاطر واقعا جای سوال هست که چرا ماموران امنیتی مثل سپاه، وزارت اطلاعات و غیره هر از چندی سعی دارند که نشون بدن عده‌ای رو بازداشت کردن به خاطر اتهامات مثل مشارکت در چیای انفجاری و برنامه های انفجاری و عوامل استکباری مثل این چیزی که وزارت اطلاعات در واقع اعلام کرده. و خیلی جای تعجب هم هست به خاطر اینکه ما در این روزی که وزارت اطلاعات میونده اعلام کرده، من تا جایی که مطلع هستم و گشتم در استان سیستان بلوچستان کسی بازداشت نشده. یعنی روز شنبه که اینا گفتن که روز 30 آبان ما عده‌ای رو در منطقه سرباز بازداشت کردیم، توی این روز کسی بازداشت نشده. ولی روز قبلش جمعه و روز قبل ترش روز پنجشنبه دو نفر از مولوی های سرباز در از اساتید مدرسه دینی منبع العلوم کوهون یا پادیگ سرباز در جنوب استان سیستان بلوچستان بازداشت شدن و به خونه یک نفر دیگه هم حمله شده، یورش بردن منطقه، همش توی روستاست. اونجا یورش بردم و اون فرد حضور نداشته توی خونش و بازداشت نشده. این افراد شناخته شده ای هستن توی منطقه، مولوی هستن، روحانی اهل سنت هستن، مدرس مدرسه دینی هستن و مردم اونا رو میشناسن. تا جایی که بنده مطلع هستم حتی امروز هم گزارشی به من رسید، گزارش موثقی است که بسیجی ها و سپاهی هایی که در منطقه هستند، یعنی بسیجی های بومی، چون سپاه پاسداران تلاش کرده در از سال 88 به بعد بومی سازی امنیتی و ادعای بومی سازی در واقع امنیتی افرادی رو در واقع وارد بسیج و سپاه بکنه، یعنی طرح بسیج عشایری رو اجرا کرده. بسیاری از بلوچ ها در این طرح بسیج عشایر الان سلاح به دست گرفتن و کارت بسیج فعال یا کارت سپاه فعال دستشون هست و مسلح هستن و برای سپاه و بسیج کار میکنن با 700 تا 1,500,000. حتی خود حضور همین افراد، حالا درسته که این طرح جنبه های بسیار منفی زیادی رو داشته، ولی اگر از زاویه امنیتی خود دولت بخوایم از این به این طرح نگاه بکنیم، اونها تونستن با این کار خودشون امنیت ضریب امنیت خودشون رو بالا ببرن. یعنی از خود نیروهای بومی، مردم بومی دارن استفاده میکنن، اون هم در بخشهای بسیار پایین، یعنی نه در سطوح بالا، یعنی صرفا سرباز صفر در بسیج و سپاه. این افراد کاری که انجام میدن، مثلا یک پایگاه بسیج رو که دادن در دست یک نفر فرمانده بسیجش کردن و 10 نفر تا 15 نفر زیر دستش کار میکنن،
چیزی که من پرسیدم از خودشون و به من گفتن اینه که میگه کار خاصی ما نداریم، صرفا میان هر از چندی ما رو میبینن، میگن که شما چه اطلاعاتی رو از منطقه کسب کردید به ما بگید، یا هر گزارشی رو که شما در منطقه میبینید و میشنوید اونا رو به ما بگید. و کار اینا همین هست، بومی هستن، بلوچ هستن، از خود مردم منطقه هستن و مطلع میشن اگر کسی رفت آمد بکنه بره بیاد، افکار مردم منطقه رو میدونن. به همین خاطر خیلی راحت پول میگیرن، 1 میلیون تا 1 میلیون 500 راپورت میدن. کار میدانی خاصی انجام نمیدن، بغیر از برخی هاشون که گردان های خاصی براشون درست شده و کارهای میدانی هم انجام میدن، اونا رو جلوی مثلا گروه های مثل جیش العدل، جند الله یا الک جلندر وجود نداره، جیش العدل و جیش النصر و گروه الفرقان اینا قرار میدن که باشون درگیر جنگی بشن. اما بقیه کارهای لوجستیکی و اطلاعاتی و نمیدونم مخابراتی و کارهای خبرگیری از این چیزا رو انجام میدن بیشتر. به همین خاطر داعش هیچ ذریب نفوذی تو سیستان بلوچستان نداره و این افرادی هم که بازداشت شدن یکی دو روز قبلش بازداشت شدن و هیچ گونه سابقه شرارت و غیره هم نداشتند و واقعا جای تعجب هست که چرا سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات اینا در تلاش میکنن که نشون بدن که در مرزهای شرقی و غربی مناطق سنی نشین چون به نحوی پیوندی میتونن برقرار بکنن که داعش هم سنی هست و اینا هم سنی هستن، پس حتما با توجه به نارامی هایی که قبلا هم وجود داشته حتما در بین اینها تفکرات داعشی وجود داره، یعنی اینو میخوان الغا بکنن. ما بازداشت کردیم، عملا افکار عمومی هم با توجه به اینکه تو پاریس و تو کشورهای مختلف دیگه و الان داعش برانی خطری بیخ گوش ایران هم وجود داره، از چهار طرف یعنی از چند طرف، یعنی هم از تو افغانستان، هم تو پاکستان، هم توی نمیدونم عراق و سوریه و کشورهای دیگه که نهال به هر حال به نحوی نزدیک هستن به خاک ایران، چون داعش حضور داره اینا میتونن این رو بنای توجیهی مطرحش بکنن و این افراد حتی بازداشت شدن اگر هم بیگناه باشن مورد شکنجه قرار بگیرن، چون اعترافاتی هم گرفته بشه نهایتش باورپذیری مردم بالا هست و کسی دنبال حق و حقوق این افراد نمیره. شما اشاره کردید به گروه های مسلح بلوچ. خب این امکان وجود نداره که مثل برخی کشورهای آفریقایی یکی یا چند تا از این گروه ها با ابوبکر بغدادی رئیس یا خلیفه حکومت اسلامی بیعت بکنند؟ خیر، من فکر نمی کنم که همچنین احتمال وجود داشته باشه، چون این افراد تمام حرفی که میزنن اینه که ما حق و حقوق قوم بلوچ رو میخوایم و اهل سنت بلوچ رو به این نحو مطرح میکنن و برای اینکه ضربه نخورن حتی از لحاظ اجتماعی، چون اینا به دنبال یارگیری هستن، میخوان هرچه بیشتر طرفدار جذب کنن در استان بلوچستان و عملا علما که روحانیان خیلی با جایگاه های بسیار عالی رتبه در استان بلوچستان هستن و نفوذ بسیار زیاد دارن، عملا به طور رسمی میان و ضد داعش صحبت میکنن، ضد مثلا گروه های تندرو صحبت میکنن، این خاطر نمیخوان اونا در تقابل با اونها قرار بگیرن، تا جایی که ممکن هست خودشون رو از این گروه ها دور میدارن و تا الان هم گزارشی دارن منتشر نشده که این افراد خودشون رو به این گروه ها نزدیک کرده باشن یا حتی کوچکترین نشانه ای از این موضوع وجود داشته باشه، چون اونا ظاهرا به این موضوع فکر میکنن که اگر هم به داعش نزدیک بشن همون اندک محبوبیتی که در بین برخی از کسانی که حالا به هر نوعی محرومیت هایی دیدن و فشار هایی دیدن و بهشون نزدیک شدن از داشت فکری، اونها رو که اگر به دست آورده همونها رو از دست میدن. خب گذشته از حضور تشکیلاتی داعش، آیا تفکر داعشی در بلوچستان دارای هوادارانی است؟ اون چه که جالب هست در استان سیستان بلوچستان یک نوع یک دستی مذهبی و تفکر عقیدتی وجود داره. همه حنفی مذهب هستند و چون قدرت روحانیان توی منطقه خیلی زیاد هست و مولانا عبدالحمید اسماعیل زنی به نحوی حالت رهبری اون منطقه رو داره که اگر از مثلا یک سفر جنوب استانی بره، شما همین ویدیوهایی که تو اینترنت هستن ببینید، چنان استقبال گرمی میشه با حتی شعارهایی مثل رهبر اهل سنت خوش آمد و اینها استقبالش میکنن، سخنان ایشون و بقیه روحانیان اهل سنت بسیار در بین مردم اثر داره. همین موضوع باعث شده که نوع تفکراتی که بنان تفکرات داعشی اونها رو مردم بیشتر میشناسن بسیار ضریبش پایین باشه در استان بلوچستان، ولی این موضوع به طور کلی نفی نمیشه و چون دولت حالا فشارهایی وجود داره، محرومیتهایی وجود داره، فقرهایی وجود داره، شدید هم هست روی مردم، نیرو انتظامی برخورده بسیار شدید با مردم داره، اینها باعث شده که حتی
نوعی به نوعی به نحوی مردم نزدیکتر هم بشن به برخی از این تفکرات و و اینا افراد اگر هم باشه بسیار کم هستند و نمیتونن ابراز وجود بکنن. خب اگر داعش نه به عنوان تفکر و نه به عنوان گروه در بلوچستان ایران حضور داره، میشه تصور کرد که هواداران داعش در کشوری مثل پاکستان که بر پایه کلی نظرسنجی ها و اطلاعات بسیارند، به نوعی خطری رو برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند؟ همونطور که خودتونم گفتید مردم پاکستان به نحوی طرفداری این فکر رو کردن، یعنی عملا وارد این فکر نشدن، گرچه همون خودش زمینه رو فراهم میکنه، ولی همونطور توی مالزی هم هست، یعنی مالزی هم ممکنه عده‌ای طرفداری این فکر رو کرده باشن، ولی عملا گروهی به نام داعش آیا در مالزی وجود داره یا نداره این جای سوال هست. تا الان تو پاکستان همچنین گروهی اعلام وجود نکرده تا جایی که من حداقل مطلع هستم، صرفا یک طرفداری هایی بوده که من فکر کنم این برخی از این طرفداری به خاطر موضوع خود حساسیت هایی است که روی مسئله سوریه وجود اومده، جنگش 4 سال هست داره طول کشیده و این وسط سیاست های مختلف دیگه که از طرف غرب و شرق اومده اونجا اعمال شده، هیچ کدومشون نه تنها کارگر نبوده بلکه به طور جدی هم پیگیری نشدن و یکتاز این میدان گروهایی بودن مثل مثلا علوی های سوریه که خود بشار اسد از اون طیف هست، حزب الله لبنان هست که به هر حال اونا رو شیعه میشناسن، ایران هست که داره حمایت میکنه شیعه هستن و حتی عراقی که نیروهای هشت و شعبی که دارن ازش حمایت میکنن اونا هم شیعه هستن. همین موضوع باعث شده که جناح سنی شیعه ایجاد بشه. پاکستان و مالزی این کشورهای بزرگ سنی نشین هستن، شاید اینها طرفداری که دارن میکنن طرفداری از سنی ها باشه نه داعش به معنای خاصش، یعنی اگر از این جنبه نگاه بکنی، ولی به طور کلی نمیشه این موضوع رو اصلا نفی کرد و مطمئنا این تفکر در طیف از مردم جامعه وجود داره و اگر واقعا به این نحوی که میگن آمارها گزارش نشون داده وجود می داشت باید تا الان گروه های تشکیل شده بود، باید تا الان انفجارهایی به نام داعش صورت می گرفت که من مطلع نیستم که همچین اتفاقات تو پاکستان حداقل افتاده باشه به نام داعش. با سپاس فراوان از همراهیتون. سلامت باشید. متشکرم، ممنون از شما.